کوچه ایرانیان درود فراوان به شما همچنان دوران قرنطینه را سپری میکنیم و از قرار رهایی از آن هم زمان زیادی لازم دارد البته همه چیز زمان لازم دارد از جمله رهایی ما یعنی ملت ایران از حکومت استبدادی حاکم اما چگونه این استبداد دینی مانند عجل معلق بر ما وارد شد هنوز مورد بحث اکثر ماست در برنامه قبل و بررسی تاریخ شفاهی کوچ ایرانیان شاهد دیدگاه دوست عزیز مهدی خان بابا تهرانی بودید مردی که 65 سال از عمر خود را در غربت همراه با فعالیت سیاسی سپری کرده است البته می دانید که فضا 60 سال قبل مملکت ما با امروز کلی متفاوت بوده مخصوصا زمینه های موجود در آموزش طلبه ها و مدارس دینی و حتی مدارس معمولی که قرآن در آنها تدریس می شد و نقش حضرت علی و امام حسین ایدئالی بود جهت انگیزه مبارزه که پایه قدرت ملایان امروز ما شد بگذاریم ولی به هر حال در این بین یک عقبگرد بزرگ تاریخی رخ داده است که هنوز هم پس از گذشت 42 سال گوشه های پنهان و هویدا نشده آن بسیار است چندی پیش دوست ارجمند دکتر جمشید اسدی واقعیت را مطرح کرد که قابل تأمل بود و آن اینکه در اصل ما و قشر گستردی از ملت ایران نام خمینی را به عنوان رهبر انقلاب ایران رهبر انقلاب ایران در همان سه چهار ماه آخر یعنی سه ماه مانده به انقلاب شنیدیم البته در همین راستا دوست ارجمند دیگری آقای حسن اشکبری روحانی خل لباس شده که امروز محقق تاریخ است دیدگاهی کاملا مخالف آقای اسدی را ارائه دادند اهمیت این جریان در این است که این دو پژوهشگر از پایگاه کاملا متفاوت برخوردارند بگذارید اینطوری شردم که دکتر جمشید اسدی در دوران انقلاب جوانی 19 ساله بود که مانند اکثر دانشجویان جوان با سری پرشور به دنبال عدالت اجتماعی بوده که پس از انقلاب به فرانسه آمد و به تحصیل اقتصاد پرداخت تا درجه دکترا که امروز هم تدریس می‌کند. آقای حسن اشکیوری در دوران انقلاب یک روحانی با تجربه بوده که به علت فعالیت مذهبی و اجتماعیش نماینده مجلس شورای اسلامی شد و اما به علت درگیر بودن با کمی و های حکومت برآمد از انقلاب در مقابل آن یا در مقابل ولایت فقیه قرار گرفته و کارش به زندان و خلع لباس روحانیت کشیده شد جالب اینجاست که هر دو این شخصیت ها در راه انقلاب ایران بسیار فعال بودند و حال هر دو عضوی از کوچ کنندگان و مهاجرین به خارج هستند خب یکی پس از دیدن چندی سال دوره طلبگی و الهیات به پژوهش تاریخ پرداخته و دیگری هم پس از 17 -18 سال تحصیل در ایران و فرنگ پژوهشگر مسائل سیاسی و اقتصادی ایران و جهان است و ما اجازه دهید که طی یکی دو برنامه آینده پای سخن این دو شخصیت ارزشمند بنشینیم و بشنویم که چرا و چگونه ما شخص آیت الله را یعنی ما ملت ایران صرفا در سه ماه قبل از انقلاب به عنوان رهبر انقلاب شاهد بودیم اول بگذارید در اینجا یک نکته با اهمیتی را از آقای اشکیوری بشنویم و سپس بپردازیم به مصاحبه با دکتر اسدی در پاریس زیرا به باور من در آن دوران دید اکثر ما بیشتر محدود میشد به فعالیت احساب تقریبا فرمایشی و یا احساب مخفی و یا فعالیت مجاهدین و چریکای فدایی خلق یا خانه نشینان جبهه ملی و از تپش قلب ناآرام در زیر پوست جامعه آن روز ایران بیخبر بودیم من بعدا فکر کردم که این زمینه های تربیتی خانوادگی محیطی روستازادگی اون تجربه های تلخی که از اون زمان دیده بودم اینو بره کشوند به مبارزه خب بنابر میشه گفت انگیزه ی عدالت خواهی بوده که در اون دوران وجود داشت ولی بعد وقتی که رفتم قم دیگه خمینی نبود ولی خب یه مرجع تقلیدی که با شهامت و با حرفشو حرفش میزنه محکم وا من اون سخنرانی رو هیچ وقتی من یادم نمیره نوارش گوش گوش واقعا ما رو به حرکت در می آورد کدام سخنرانی سخنرانی نبود یک اطلاعیه داده بود بعد از 15 خرداد بود یا نمیدونم نه بعد از حمله مدرسه فیزیه در فروردین سال 42 42 دو. چهل دو. چهل دو. چهل دو. چهل دو. بله سال 42 که مامورین حکومت عمل کردن مدرسه فیزیه و طلبه رو کتک زد طلبه ای از اون بالای بالکن مدرسه فیزیه با. پر کردن کشته شد به نام سدیونوس رودباری خب در اون زمان یه اطلاعیه داد تو اطلاعیه اینجوری نوشته بود که و من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های معمورین شما آماده کردم اصلا چنین صدایی از یک مرجع دینی از یک آخون زیر این آسمان ایران هرگز کسی نشنیده بود در دوره مشروطه هم کسی نشنیده بود توجه میکنید خب بسیار از کسانی که در انقلاب ایران حرف زدند مثل مرحوم سرهنگ نجاتی که کتاب راجبه دو جلدی داره راجبه انقلاب ایران اعلامیه رو آورده تا اونجا که یادم هست این ابراهیمیان هم توی باست. اطلاعیش آورده و از این بیان که حرکت ایجاد میکرد شما از اون بر در نظر بید. حالا من که یه طلبه مذهبی بودم اینکه جذب یک مرجع تقلید مذهبی باشم امر طبیعیه ولی اون که بعدها تو دادگاه خسرو گلسرخی ما دیدیم باست. حالا اون جذبش به اسلام که من سوسیالیسم از علی آموختم از حسین آموختم اون بماند معروف بوده در اون زمان من شنیده بودم که خسرو گل سرخی وقتی که گاهی می آمد قوم می رفت تو مدرسه می لحظاتی رو در مسجد اعظم قوم می گذارم. بعد ازش پرسیده بودن که چرا به قوم میای؟ البته بعدا فهمیدم که خودش تو قوم بزرگ شده بود ولی حالا اون موقع تلقیمون این بوده که ایشون به این دلیل میاد. آمده بود گفته بود که من میرم مسجد اعظم قوم برای اینکه اینجا مثلا زیر این گنبد مدرسه مسجد اعظم قوم صدای دلیرانه و شجاعانه اون مرد بزرگ را اینجا میشنه و در گوشم پژواک میکنه یعنی اون دلاوری خمینی و اون سراحت خمینی و اون صلابتی که از خودش نشون داد جوان ها هم که به خصوص مجذوب صلابت و دلیری هستند چرا جذب مبارزه چریکی شدن یه دی برای اینکه وقتی که میگفتن که آقا دیگه مبارزه سیاسی تموم شد حالا وقتی که صدای سفیر گلوله بلند شده وقتی که سفیر گلوله بلند شد هر راهی غیر از این اپورتونیسم یا اپورتونیسم راست یا اپورتونیسم چپ استرایی بوده که ما در دهه 50 در ایران داشتیم دیگه خب این وضعیت وجود داشت بنابراین من میخوام بگم که ما که جذب آقای خمینی شدیم اینگونه بود وقتی قومم که رفتم در اون زمان طلبه های مبارزه طرفدار خمینی خیلی زیاد نبودن حتی تا انقلاب زیاد نبود. سوال من همینه تعداد زیادی نه خیر. خیر نبودن حالا من خاطرات دوران انقلاب بگم طولانی خواهد شد تا دوره انقلاب هم اینجوری بوده طلبها و روحانیون بسیار مثلا کم بودن در حوزه علمیه من عدد نمیتونم بدم برای اینکه واقعا تحقیقی نکردم من به به تجربه و شهودی دارم میگم فکر نمیکنم در سرتاسر سر ایران تا سال 56 یا تا سال 57 حتی تعداد روحانیون و مبارزی که به طور واضح از خمینی حمای... چون حمایت چون بعضیا بودن زیر گوشی می حمایت میکردن من خودم توی قم بارها دیده تو محافل خصوصی آقا آقا میگفتن اما هیچ حرکتی نمیکنن زندگی عادیشون رو داشتن اما طلبایی که مبارز باشن اعلامیه پخش بکنن حاضر باشن زندان برن حاضر بشن مبارزه کنن نه 15 درصد تجاوز نمیکرد بین روحانی بین روحانیون در کل سرتاسر سر ایران در این شکی نیست که ما شهرنشینان ما فرنگ رفته ها در آن دوران از زوایای فعالیت طلاب و روحانیت و زمین های موجود در فرهنگ دینی جامعه به هیچ وجه آشنایی نداشتیم ولی حالا بگذارید به پاریس برویم و بنشین پای صحبت دکتر جمشید اسدی آی دکتر اسدی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا در پاریس در منزل شما میتونم خدمتتون برسم و سوال که این روزا خیلی مطرحه مخصوصا نوشته ای که شما اخیرا منتشر کردید در ارتباط با شخص آیت الله خمینی و اینکه ایشون در چه زمانی رهبر شد در ارتباط با همین مسئله آیت الله خمینی باید ارز کنم که خود من هم طی سه چار ماه آخر آیت الله خمینی رو شناختم سپاسگزارم که باز هم منو پذیرفتید سپاسگزارم که این فرصت رو به من میدید در این برنامه شرکت بکنم طبق معمول هر ساله واقعا روزشماری میکنم که تا وقت رسیدن شما به اروپا برسد و فرصت دیدار داشته باشم بله در مورد مسئله خمینی اشاره میکنید این یک داستان تقریبا مفصلی دارد در برنامه مباحثه ای داشتم در یک برنامه بی, بی سی برنامه دوست مشترک من آقای داریوش کریمی برنامه پرگار با یکی دیگر از دوستان مهدی فتاپور بله. در مورد مسئله رهبری آقای خمینی نقط نظر من این بود که رهبری آقای خمینی گسترده شدنش و کشانیده شدن این رهبری به این سطح گسترده در چند ماه آخر انقلاب اتفاق افتاد و به ویژه از پاییز به بعد پاییزی که زمستانش انقلاب میشد یعنی حدود سه چهار ماه نقطه نظر ایشون این بود که نه چون این نبود با توجه به سوابقی که خمینی داشت هر انقلابی که صورت می گرفت در آن تاریخ ناچار خود به خود خمینی رهبر می خب البته در این مورد توافق نداشتیم پس از این برنامه دوست بسیار عزیز دیگر آقای اشکوری مقاله نوشتند در سایتی که خودشون از جمله مسئولینش هستند، سایت زیتون و در اونجا با کلامی بسیار آراسته چنان که از ایشان انتظار می رود گفتند به طور روشن به چه دلیل در مبایسه ای که بین من و مهدی فتاپور بود ایشون نقطه نظر مهدی فتاپور رو بیشتر میپسندیدند بله من در همین ارتباط میخواستم عرض کنم که من با ایشون صحبت کردم با آقای اشکوری و خب جالب بود چون همونطور که در آغاز عرض کردم شخصیت خمینی برای افرادی مثل من که فعال سیاسی نبودم در جلوی خط مبارزه نبودم در سه چهار ماه قبل از انقلاب آغاز شد شناخت ما از شخصیت خمینی به عنوان رهبر و آقای اشکوری پاسخ شما رو نوشتن احیانا ملاحظه فرمودید ولی در مصابیه که داشتیم اشاره به جزیاتی کردن که مربوط به شخص ایشون میشد و اصولا قشر روحانی و اصولا کسانی که در غم در حال تحصیل روحانیت بودند توجه کردید نهایتا یه پاسخی بود کاملا متفاوت با اون چیزی که شما فرمودید مایل ما هستم که پاسخ شما رو در ارتباط با من ببینید صحبت من هرگز این نبود که خمینی رهبر هیچ کسی نبود بدیهی است که خمینی رهبر بخشی از مذهبیون بود البته در همین مورد هم مسئله است که بدان خواهم پرداخت اما آنچه که باعث آن انقلاب گسترده شد و پذیرش رهبری خمینی از سوی در آن زمان شاید اکس... بدون شک اکثریت مردم ایران به دلیل نه مذهبی بودن خمینی بود نه به دلیل پذیرفتن رهبری این شخص مذهبی از سوی مذهبیون آه. بلکه این تا اندازه هم بسیار باعث تأسف است این بود که در حقیقت بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی کاتالیزور عبور خمینی به رهبری اکثریت مردم ایران شده منظورم چیست؟ ببینید بسیاری از کسان رهبرشون در آن زمان خمینی نبود اما وقتی رهبرانشان فراخان دادند به خمینی مثل برخی از روشنفکران، فکران مثل برخی از رهبران جبهه ملی کسانی که اگر خمینی را دوست نمی داشتند فکران را دوست می داشتند و جپه ملی را دوست می داشتند پیوستند به خمینی به دین لحاظ نه اینکه خمینی رهبر بلاواسطه ایشان باشد نه تنها جپی ملی نه تنها روشن فکران بلکه بسیاری از نیروهای چپ هم چنین کردن من خودم در آن زمان الان بسیاری از همقطاران من پنهان میکنند که در زمان انقلاب چه کردن من هیچ وقت اینو پنهان نکردم فکر میکنم اشتباه بزرگی کردم که بدین شکل انقلابی بودم و بدین شکل رهبری خمینی رو پذیرفتم البته من جوان بودم 19 20 ساله بودم ولی پذیرفتن رهبری خمینی از سوی من رابطه مستقیم من با خمینی نبود که گویا او رو به عنوان رهبر پذیرفته باشم بلکه وقتی رهبران جریان سیاسی که من هوادارش بودم فراخوان دادن که باید رهبری او رو پذیرفت در این شرایط من هم پذیرفتم یعنی پس اختلاف نظری که من با آقای اشکوری دارم دوست بسیار عزیزم دوست بسیار عزیز دیگرم مهدی فتاپور که از رهبران چریکا بود این نیست که در یک برهه ای از زمان خیلی ها رهبری خمینی رو پذیرفتن میخواهم بگویم این رهبری رو نمی پذیرفتند اگر فرنشینان جریان های سیاسی خودشون فراخان نمیدادند به اون صحیح. اگر رهبران جپ ملی اگر روشن فکران اگر چپ ها اگر مستقلین اگر بسیاری از وکلا اگر بسیاری از نویسندگان اگر اینها موزه می گرفتند و می گفتن نه رهبری خمینی رهبری ما نیست خب بسیاری از کسان در راه هایی که عکس خمینی رو بالا می بردن و شعار خمینی خمینی می دادن خب شرکت نمی کردن جپه ملی که بدون شک در این مورد مسئولیت قابل اندیشه ای دارد درسته بله کاملا درسته به حال من متوجه میشم که اون روزها یه درصدی از مردم درصد بسیار کمی که بیشتر روحانیت رو قبول داشتن و دید مذهبی داشتن باور مذهبی داشتن اونها سریعتر پذیرفتن که آقای خمینی رهبر مذهبیشون باشه رهبر سیاسی شدن یه داستان دیگه ای بود دقیقا که این وسط دقیقا این اشارم که میکنید بسیار درست است ببینید این درست است که از سال 42 چون اکثر آقایون اشارهشون به سال 42 و مخالفت آقای خمینی با اصلاحاتی که در اون زمان شده بود خب یک نکته رو باید دونست از جمله مخالفتی که آقای خمینی آن زمان می کرد حق رأی زنان بود با. خیلی خوب بعد در همین مدت در خب این سال 42 بیاید حدود 7 سال دیلتر تا برسیم به اوایل دهه 1350 در اون موقع است که در یک سری درس که آقای خمینی در نجف میدن مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکنن که این حتی باعث میشه بسیاری از مذهبیون در این مورد موزه بگیرن از جمله آقای قطبزاده در موزه هایی که میگیرن در این مورد یعنی میخوام بگم که دو نکته هست اینجا باید در نظر داشت یکم این که بسیاری از روشنفکران و نیروهای سیاسی که رهبری خمینی رو پذیرفتن و فراخان دادن به هوادار خودشون که این رهبری رو بپذیرد نه به این توجه کردند که به پاخیزی سال 1342 آقای خمینی بر سر چه بود؟ نه به این توجه کردن که در آغاز سال 1350 چه گفت در درس خودش در مورد ولایت فقیه خب اگر با علم به این که سال 42 اونو گفته و سال 50 اینو گفته و باز فراخوادن این خب این دیگه ورشکستگی به تقصیر است و اگر اینها رو نمیدانستند خب کار خودشون رو درست انجام نداده بودند ولی همون زمانی که در مورد ولایت فقیه شد خب این نکته اولم بود مسئولیتی که به نظر من خیلی از روشن فکران داشتن اما همون زمانی که حتی ولایت فقیه رو گفت بسیاری از مذهبیون این رو نپذیرفتن حتی گویا آقای صدر آیت الله صدری که میگویند حتی گویا او هم نپذیرفته بود در این مورد و بعدی بسیاری از آقایان علما در حوزه های ایران نپذیرفته بودن اینو یعنی پس حتی رهبر یکتای تمامی مذهبیان هم نبود این در این مورد کاملا بله این اتفاقی بود که خب در این سالهای آخر افتاد من میدونم که دوست بسیار عزیزم آقای اشکوری از هواداران ایشون بودن اما ایشون از هواداران ایشون بودن اما حتی در یک مورد خیلی دلم میخواست آقای اشکوری به این مسئله پاسخ میدادن که ندادند و حتما فرصتی خواهد بود که بدن و من را روشن خواهند کرد و تنویر خواهند کرد و اون اینکه میدونید که آقای اشکوری از هواداران آقای شریعتی بود بله خب میدونید که آقای شریعتی انتخاب اول آقای خمینی و هواداران آقای خمینی نبود چنان چه اختلاف نظری بود بین هواداران آقای خمینی همچون آیت الله متحری در حسینی ارشاد با آقای شریعتی باند. و همکاری که در آغاز داشتن به قطع همکاری خب من خیلی دارم میخواد آقای اشکوری در این مورد نظرشون رو بفرمایند آن زمانی که هواداری کردند از آقای شریعتی هواداریشون از آقای خمینی چطور بود و چگونه میتونستن این هواداری رو از دو خط سیاسی مذهبی که جدا سر بودند و به دو راه مختلف میرفتند رو از یکدیگر تمیز بدن طبیبا. فکر نمی کنم دوست عزیز آقای اشکبری با این مسئله مخالف باشن که محبوبیتی رو که دکتر شریعتی داشت به درست یا به غلط هیچ چهره سیاسی نبود که محبوبی... از چپ از ببخشید مذهبیان که محبوبیت دکتر شریعتی رو داشته باشه به خصوص در میان اسلامیان دانش آموخته دانشگاهی ولی تعدادشون آنقدر زیاد نبود ببینید بسیاری از کسانی که به عنوان تشکل سیاسی میفرمید زیاد با. بود خب بسیاری, از کسانی که امروز مطرح میکنن که دکتر شریعتی کاتالیزور اینها برای پیوستن به مجاهدین بود بسیاری از کسانی که امروز جزو چهره های بسیار بالای اصلاح طلبی و نو دینی هستند از هواداران شریعتی بودن از جمله اسم محترم ایشون به یک لحظه از یادم رفت میدونید یکی از این بزرگواران محکوم شده بود به اعدام در جمهوری اسلامی که خوشبختانه از آن جست بدین دلیل که طبق آموزه هایی که از دکتر شریعتی داشت گفته بود مگر من میمونم که مقلد کسی باشم خب یعنی میخوام بگم یک همچین آدمایی حتی امروز جزء بسیار چهره های فرنشین جمهوری اسلامی هستند که راه عبورشون راه شریعتی بود خلاصه سخن این که حتی خمینی رهبر یکتای همه اسلام باوران و کوشندگان سیاسی اسلامگرا نبود نمونش همینیشونه نمونش آقا یعنی منظورم دکتر شریعتیه نمونش آیت الله شریعت مداریه باید. نمونش بسیاری از آقایون علما در قوم که مخالف کار سیاسی بودن نمونش انجمن حجتی است که مخالف کار سیاسی بود و هواداران بسیار زیادی داشت روشن است جناب لیمونادی این مثال ها رو که میزنم به معنی هواداری من از اینها نیست میخوام بگم حتی که میون مذهبی آقای خمینی تنها رهبر نبود و رهبران بسیار زیادی هم بودن حتی من یادم میاد اشتباه مرا تصحیح کنید اگر تجربه شما جزین میگوید در اون ماه های بپاخیزی های انقلاب تا مدت ها آقای آیت الله شریعت مداری و آقای خمینی همسنگ بودند و اینطور نبود که به طور مرتب آقای خمینی فرادست باشند چنانچه بسیاری از گفتگوهایی که میخواستند مطبوعات فرنگی داشته باشن با آقای شریعت مداری, مداری بود یعنی در حقیقت رو به عنوان یکی از چهره های فرنشین این جریان قبول داشتن بله این زبده کلام این که خمینی حتی در میون مذهبیا رهبر یکتا نبود اما کم کم این رهبری یکتای خودش رو به دلایل مختلف در اون مقاله به چهار تا دلیل اشاره کردم باز یافت رهبری خودش و یکی از این چیزهایی که بسیار به او کمک کرد یکی از این عواملی که به او بسیار کمک کرد کاتالیزوری بود که روشنفکران و نیروهای غیر مذهبی برای رهبری او ایجاد کردند به اسم مسلحت سیاسی که بهتر از این را ما بپذیریم تا از صد شاه بگذاریم بعد خواهیم دید و خب آنچه را که دیدن از آن خورسند نشدند. بسیاری از این روها من یادمه حتی در سازمان سیاسی خود من چنین بود که آقای خمینی یک خورده برجوازی است و در جهت تاریخ حرکت نمی کند از صد شاه که بگذریم به راحتی از صد خمینی هم خواهیم گذشت با یک چنین ساده ها و شتاب زدگی هایی بود که ر... فراخان به رهبری خمینی این دیدگاه دو. حاکم بود دیگه در رابطه با مسائل سیاسی و سیاسیون ایران این دیدگاه عرضه می شد که ایشون فقط برای مدت کوتاهی به عنوان بلدوزر ازش استفاده خواهد شد و سپس ما هستیم که به جلو میریم دقیقا همچین. شما انگشت رو مسئله گذاشتید که به حال همون انقلاب ایران که دگرگون کرد کشور ما رو و همچنین در سطح جهانی دگرگونی تولید کرد که تا امروز همگان گرفتارش هستند و حدود 42 سال گذشته و اینی که در این انقلاب خاص رهبران در سه چهار ماه آخر به عنوان رهبر قدرتمند شد میخوام نظر شما در ارتباط با دولت های خارج بدونم که در رابطه با رهبری شخص خمینی کشورهای خارجی چه نقشی داشته بله ببینید برای اینکه به این پاسخ بدم اجازه بدید دلیل اول و دومه که من در مقاله آوردم که چطور خمینی چرا و چگونه خمینی رهبر شد عرض بکنم و این پاسخ به پرسش شماست دلیل اولی که در آنجا آوردم این است که شاه سردرگم بود و راهکاری نداشت استراتژی نداشت برای مقابله با این خب وقتی شما استراتژی ندارید در یک ستیز این دل میدهد به دشمن شما که بیشتر جلو بدهد و دل همیار و همراه شما را خالی میکند که باید کرد که ما شاهدش بودیم که ما شاهدش بودیم این رو اینو دیگه ما احتیاج به رجوع به کتاب تاریخ نداریم ما اینو زندگی کردیم در این مورد من یادم میاد یکی از خیشان من از در ایران اون زمان البته من در زمان انقلاب در پاریس بودم ولی وقتی برگشتم مدت کوتاهی در ایران بودم تا دوباره برگشتم در فرنگ این حرف برای که از او شنیدم برای من یک درسی بود از هواداران شاه بود و من اون زمان یادمه که توی خیشاوندان خودم از این شخص چندان خوب به دلم نمیشست چون خب من کم کم انقلابی و خوب و مبارز حالا فکر میکردم شدم و از آدمایی که هواداری از شاه میکردن خوشم نمیمد بعد که انقلاب شد و من برای مدت کوتاهی برگشتم از این شخص یک حرفی شنیدم که از چند نفر دیگر هم توی این چهل سال جاهای مختلف شنیدم او به من گفت که ما هوادار شاه بودیم ولی به خاطر ایران هوادار شاه بودیم وقتی که برای ایران مبارزه نکرد و وقتی از ایران رفت هواداری ما هم از او از بین رفت خب میخوام بگم این دلیل اول بود شاه سردرگم نمیدانست چه کار بکند و وقتی نمیتونست چه کار بکنه دشمن پیش میامد و همراه ها و همدلای خودش هزیمت می جستن می رفتن. این دلیل اول خب این دلیل اول باعث دلیل دوم شد که همون پرسش شماست درست است که به ویژه در نشست گوادلو پربت آمریکایی ها گویا پیش از اون به این نتیجه رسیده بودند که باید در مورد بعد از شاه اندیشید اندیشه کرد این نه این بود که تصمیم گرفته بودند شاه برود بقیه بیاید وقتی که شاه قرار نیست در مقابل این بحران راه حلی ارائه بدهد و به و بماند خب فکر کردن پس ما باید ببینیم به چگونه میتونیم به مسلحت به مسلحت منافع خودمون با جانشین او پیدا بکنیم مخصوصاً این است که من این دو دلیل رو به همراه هم میبینم مخصوصا که جمعیت میلیونی در خیابان بود بب. بدون اینکه این ببینید باز هم این نکته ای رو که من میخوام خدمتتون عرض بکنم و از بینندگان عزیز صمیمانه تقاضا دارم اینو به عنوان پیشنهاد که من همدل هستم باش در نظر نگیرن ولی میخوام بگم که اینطور باید از ذهن همیهنان ما بیرون بیاد که گویا فرنگی ها میشینن در مورد هر چیزی که بخوان تصمیم میگیرن و همون میشه نمونهش نمونش ببینید با چه جسارت و بیشرمی بشار الاسد بر سر قدرت بود خاطرتون هست جناب مونادی که هم دست کم در آمریکایی که شما هستید مثال حال فراوونه اما من به آمریکایی که شما در آن اقامت دارید و فرانسه ای که من در آن اقامت دارم اشاره می کنم که هم باراک و مستقیما موزه گرفته بود در ایه بشار و هم آن زمان وزیر امور خارجه فرانسه آقای فابیوس و رئیس جمهور فرانسه آقای اولاند موزگیری کردن ولی خب این موزگیری هم علنی کردن و بشار سر هم امروز بر سر قدرت خودش باقیه یعنی اینجور نیست که خارجی ها بخوان تصمیم بگیرن و همه چی کاری بتونن انجام بدن اما وقتی شاه قرار نیست تصمیم بگیره که بخواد بماند استراتژی در این مورد ندارد و گروه گروه از سربازان و افسران میرن هزیمت میکنن میرن بدیهی که خارجی هم فکر میکنه که خب پس این گزینه دیگه از دست رفته به چه گزینه ای بیاندوشیم بله به حال برای ما در اون دوران شخص خمینی در چند ماه آخر رهبر انقلاب بود و موقعی هم که به ایران آمد با اون تندی ضد بختیار صحبت کرد و غیره این باعث شد که یک دل, دل قدرت بگیرن و بخوام بیشتر با او همیاری بکنن مخصوصا برای اینکه در آینده بتونن بهره ببرن همینطور که خودتون شاهد هستیم به عنوان استاد دانشگاه در رابطه با اقتصاد میبینید که امروز کشور به چه صورتی داره اداره میشه در یعنی از نظر ها. اقتصادی کل ثروت کشور در دست یه عده محدودی است که اینا این رو در دست دارن و آغازاده ها تولید شده میلیاردها پول که به خارج رفته و من احساسم شخصا اینه که در همون زمان که قشر مذهبی پشتیبان این بود که از خمینی یک بود بسازه و به رهبری بنشونه و همونطور که خودتون واقفی قرار بر این نبود که ولی فقیه بشه هم خودشون گفته بود هم کسی در این مورد صحبت نکرده بود بگذاریم از اون کتاب خیلی مختصر و کوتاهی که قبلا نوشته بود به هر امروز کشور به این روز افتاده آی اسدی که شخصیت های در داخل کشور که قلم به دست میگیرن به راحتی می نویسن خوب گوش رو باز کنید بقای نظام یعنی بقای پول جیب آقایان به همین راحتی دقیقا هم گفتن دقیقا گفتن توی این شرایط مشکل این واقعا این همه بیشرمی باعث شگفتی است توی این شرایط مشکل باز هم فداکاری و گذشت و ایثار از مردم میخوان انگار نه انگار که کیسه های خودشون چقدر پرپوله چقدر از مسئله تحریم ها سود میبرن خودشون میگن اینا رو اپوزیسیون نمیگه خودشون وقتی یکدیگر رو رسوا میکنن به این مسئله اشاره میکنن برای بله همچنین است که میفرمایید یک چیزی که باز بسیار باعث تاسفه میدونید ما وقتی دانشجوها رو تربیت میکنیم برای اینکه مدیریت اقتصادی انجام بدن استراتژی اقتصادی انجام بدن اول اینها دوره کارآموزی دارن بگذرن و تازه وقتی شروع به کار میکنن شرکتی که اینا رو استخدام میکنه قبل از اینکه به اینها مسئولیت بده مدت ها اینها رو دوره کارآموزی میگذرونن تا به یک مسئولیت میده بسیار با دلی پردرد من به این مسئله فکر میکنم که جمهوری اسلامی و تمام این دولت جمهوری اسلامی اداره ایران رو دوره کارآموزی کرده بودن برای اینکه یاد بگیرن به جای اینکه اول کارآموز هزار و یک کار بیاموزد تا بعد مسئول یک کار بشه از آن زمان نخست وزیر تا رئیس جمهور تا وزیر امور خارجه تا شرکتهایی رو که اداره میکردن همه کارآموزی خودشون رو با اداره ایران یاد گرفتن به جای اینکه اول یاد بگیرن بعد الا رایق این کار باشن الا شایسته این کار باشن یا نه ایران شد محل کارآموزی آقایان در مورد ارتش در مورد اقتصاد میدونید بزرگترین بنگاه های اقتصادی ما از میان رفت بزرگترین برند هایی که ما داشتیم از میان رفت میدونید مرتبه ایران پیش از انقلاب سال 1977 که ما سال 1979 به تقویم فرنگی انقلاب داشتیم سال 1977 ایران جایگاهش در اقتصاد جهانی درآمد ناخالص ملی درآمد ناخالص سرانش از ترکیه و کره جنوبی جلوتر بود و الان از هر دو اینها عقبتره تره درآمد سالانه و فناوری های تولید گاز از قطر امروز عقب تره به خاطر داشته باشید که قطر استقلال خودش رو در سال 1971 به دست آورد بله. یعنی هشت سال پیش از انقلاب ایران و ایران 2500 سال سابقه داشت قبل از این انقلابی که صورت بگیره بله این انقلاب بسیار بسیار خانمانسوز بود و هرچه بیشتر ادامه پیدا بکنه به باور من این نظام ولایی ایران بیشتر خواهد سوخت. خب به هر حال دین باوران حاکم شدن بر کشور و فساد امروز رو میبینید چقدر گسترده است پس از چهل یکی دو سال ما به وضوح میبینیم که حکومت کنونی قادر نیست این رایی رو که تا امروز رفته ادامه بده یعنی صاحب نظران اقتصادی و سیاسی اشاره به این میکنن که این حکومت به پایان خط خودش رسیده. چقدر شما این رو قبول دارید؟ به صد در صد ببینید ما به نظر میاد این درسی جواب بدهم خدمت شما و بینندگان عزیز ما دو جور تقویم داریم یک تقویم ارزشی داریم یک تقویم تاریخی داریم تقویم ارزشی اتفاقی است که می افتد اما هنوز ضبط نشده است مثلا فکر بکنید امیدوارم این اتفاق ناگوار برای هیچ زوجی نیفتد ولی مثلا فکر کنید یک زن و شوهری که دیگه با هم نیستن زندگی مشترک ندارن اما هنوز مدرک طلاق ثبت تقویمی نشده ولی اینا عملا دیگه با هم نیستن خب یعنی به لحاظ ارزشی اینا دیگه زوج نیستن نه زن مرد رو همسر خودش میدونه نه مرد زن رو همسر خودش میدونه احتمالا زندگی جدایی دارن حساسیت با هم ندارن تمام شده بل این که کی این وارد تقویم تاریخی بشود بحث دیگری است از چه تاریخی طلاق رسمی میشود جمهوری اسلامی همچین سرنوشتی داره یک طلاق و گسست و جدایی بین مردم و این نظام صورت گرفته آیا شعار میدم یا دلیلی هم دارم برای این حرف فکر میکنم دلیل دارم نگاه بکنید به اینکه بعد از چهل سال نیروی انتظامی رو اضافه میکنن و تقویت میکنن برای اینکه مردم بد هجابی نکنن یعنی سرکوب بیشتر یعنی سرکوب بیشتر یعنی پس در مورد ارزش هجاب گسست صورت گرفته بین اینها نگاه بکنید به خواستهایی که مردم دارن مثلا در مورد ورزشگاه رفتن و سرکوبی که این نظام میکنه حالا داوری من نمیکنم حق با کیه ولی میگم این دو ارزشه که اینها دارن زیر یک سقفن ولی دو ارزش دارن اضافه بکنید بر این نارضایتی در مورد خرج یعنی در مورد حالا گفتم خرجی مثلا بگم که همون مثال زوجم بخوره در مورد حقوق گرفتن در مورد مال باختگان در این همه مهاجری که وجود داره در ایران بیکاران که وجود داره همه اینها گسسته یعنی مردم گسست کردند با نظام این به لحاظ ارزشی این که این به لحاظ رسمی چه زمانی وارد تقویم تاریخی بشود خب بحث دیگری است من بسیار خوشبینم ولی بحث دیگری است فکر میکنین خط فقرم که اینقدر توسعه پیدا کرده نقشی بازی کنه بدون شک بدون شک ببینید این هم بعضی وقتا خیلی دلم و قرص نمیکنه ولی این هم بگم منطقه چون تحلیل باید تحلیل راست باشد وقتی با مردم در میان میذارید. ببینید آزادی خواهان در ایران تا زمانی که در ایران آزادی و دموکراسی برقرار نشود مبارزه خودشون رو با رژیم ولایی ادامه خواهند داد چرا که بر این باورند که تنها آزادی و دموکراسی است که شایسته ایران است اما بدون تعارف بسیاری از شهروندان چنین نیستند و اگر زندگی اقتصادی خوبی داشته باشند و اگر به برخی از مسائل خصوصیشون دخالت نشود خب مخالفتی نخواهند کرد میفرمایید این اشاره چه ربطی به پرسش شما داره ربطش اینجاست که امروز مردم به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن یعنی دیگه مسئله آزادی نیست که بتونن با آن یا بدون آن زندگیشون رو بگذرونن مسئله خرجی نان شب است و نان عزیزان بر سر سفره نشسته است که اونو ندارن این نمیتونن دیگه انتخاب بکنن که الا بپذیریم الا نپذیریم این است که این حتما این ناخرسندی به به پاخیزی های کوچک و بزرگ خواهد انجامید چنان چه روزی در ایران نمیگذرد که یا حقوق بگیران یا مال باختگان یا بیکاران یا کسانی که نتونستن زندگیشون رو بگذرونن یا اعتراض به تعرض مأموران شهرداری به دستفروشان در خیابان یعنی ببینید مسئله اقتصادی مسئله نیست که برای مردم انتخاب بگذارد بین اینکه اعتراض بکنم یا نکنم و ما به اونجا رسیدیم الان خب شما به عنوان فعال سیاسی که در گذشته هم فعال بودید و استاد اقتصاد بفرمایید که موقعیت انقلابی یا شورشی در کشور آیا در زمانی پیش میاد که فقر گسترده باشه یا اینکه مردم از رفاه برخوردار باشه در زمانی که یک گزینه دلپسند مردم وجود داشته باشه ما هر دو این مثال ها رو داریم ما مثلا ببینید الان به پاخازی های مردم بیشتر به لحاظ فقره و هیچ کس نمیتواند بگوید که به پاخیزی های زمان شاه به علت فقر بود هرگز نمیگویم که فقیر در آن زمان نداشتیم هرگز حتما داشتیم حتما داشتیم ولی رفاه عمومی که وجود داشت رفاه نه تنها رفاه عمومی, عمومی وجود داشت بلکه نگاه بکنید چه کسانی به خیابان آمدن درست. اول وکلا بودن نویسندگان بودند. اینها کجا فقیر بودن درست. بسیار بسیار درآمد خوبی هم داشتن و اتفاقا اون موقع جزو تبلیغاتی که میکردن میگفتن ما برای این نیست که وضع اقتصادیمون بهتر بشه وضع اقتصادیمون بد نیست ما برای یا عدالت یا برای آزادی یا برای این به میان خیابان اومدیم پس برای اینکه وضع عوض بشه به باور من مهمتر از این که این فقر است که مردم رو به انقلاب میکشاند که حتما میتواند بکشاند یا این رفاه است که مردم رو به انقلاب میکشاند که میتواند بکشاند این است که آیا مردم گزینه ای دارند که بدان باور بکنند که می توانند به دنبال فراخوان این گزینه بروند و امیدوار باشند که این گزینه شانس و اقبالی دارد که به جای حکومت بنشینند آن وقت است که به نظر من احتمال پیروزی انقلاب بسیار بالا می رود با شناختی که شما از اجتماع امروزی ایران دارید فکر می کنید زمینه این کار امروز فراهم هست یا هنوز به اون مرحله نرسید من فکر میکنم داریم شتابان به اون مرحله نزدیک میشیم البته واقعا امیدوارم که این هم امیدوارم برای بینندگان عزیز گفتارم روشن باشد و مورد بدفهمی نشود حتما که بینندگان بد نخواهند فهمید من مگر من بد بگویم امیدوارم درست بگویم ببینید من امیدوارم انقلاب در ایران نشود و ما گذر از جمهوری اسلامی بردنیم بله. میدونم همین الان مورد اعتراض بسیاری واقع میشم که تو هنوز به اصلاحات معتقدی نه نه من به اصلاحات درون نظام معتقد نیستم اما برای گذر از جمهوری اسلامی ما نیاز به انقلاب و خشونت نداریم الزامن و من امیدوارم بدون این بگذاریم دو نکته در این مورد بگم به عنوان دلیلی برای حرفم نخست این که تمام دوران گذاری که در کشورهای مختلف برای گذار به دموکراسی در امریکای در اروپای جنوبی در آمریکای لاتین یا بعد در اروپای شرقی اتفاق افتاد هیچ کدوم بر مبنای خشونت نبود دوم اینکه وقتی ما خشونت نمیخوایم بکنیم در درون جمهوری اسلامی به این معنی نیست که میخوایم آشتی بکنیم با جمهوری اسلامی شما دو وقت است که در یک زوج باز هم مثالی از زوج میزنم که شاهد مذاکره هستید مذاکره برای خواستگاری و مذاکره برای طلاق ما باید مذاکره برای طلاق و با جمهوری اسلامی بهش به طور جدی فکر بکنیم برای اینکه یک حکومت دموکراتیک و بازار بنیاد به جای این حکومت مستبد و راندخار ایجاد بشود شما در همین زمین هم مثل که مقدار فعال هستید درسته؟ دقیقا فعالیت من در همین مورد است و اگر اجازه میدید اشاره بکنم من نمیخوام تبلیغ سیاسی باشد. کرده باشم اما اگر اجازه میدید در این مورد اشاره بکنم الان یک جریانی به شدت در حال گستردگیه به نام شورای مدیریت دوران گذار از بسیاری چهره های فرهیخته در درون و برون مرز این تشکیل شده است و چندی پیش هیئت مدیره 11 نفره آن هم انتخاب شد با یک رای بسیار بسیار دموکراتیک تماس ها با درون مرز که بدیهیست وجود داره بسیاری از هموندان از درون مرزن با دیگر نیروها با دیگر نیروهای خارجی با قدرت های خارجی برای اینکه هر چه زودتر این مدیریت دوران گذار وارد مرحله عملی و نهایی خودش بشه من شنیدم که قرار یه هیئت هم تشکیل بشه درسته هیئت اومنایی هم تشکیل خواهد شد بله بله بسیار آگاهی ای دارید در این مورد بله هیئت اومنایی هم تشکیل خواهد شد که به یک روایت البته یک مجلس مانندی وجود دارد یک شورایی هست که به عنوان مجلس میشه در نظر گرفت که ناظر بر کار مدیران خواهد بود ولی یک هیئت امنا هم تشکیل خواهد شد که میتوان گفت یا دست کم به تعبیر من مجلس سنای این گروه خواهد بود که هم ناظر بر کار هیئت مدیره خواهد بود هم ممکن است نظر مشورتی به هیئت مدیره بدهد هم ممکن است باعث ایجاد تماس های گوناگون با نیروهای مختلف با قدرت های خارجی با چهره های سرشناس ایرانی کمک کند به این مورد هم کم. خیلی خوشحال شدم سپاسگزارم از فرصتی که بهم دادید به ادامه این برنامه و تاریخ شفاهی کوچ بزرگ ایرانیان در هفته آینده توجه فرمایید و ببینیم که چگونه چند ملای تمکار صاحب خانه، ملت بزرگ ایران شدند تو خیال میکنیم ما در مملکت و در کشور هم ساخونه ای ما مستعجلی ساخونه که دیگر در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می شب را و روز را هنوز را